همون گونه که قبلا خدمتتون عرض کردیم، بله ما نیز این افتخار رو داریم میزبان برادر عزیزمون یوناس ثابت باشیم، از برادران خوب که در پرستش یکی از هنرمندان مسیحی هستن در ملکوت خداوند و نام خداوند رو جلال میدن. و همون گونه که قبلا خدمتتون عرض کردیم 24 اپریل نیز کلیسای پرستان مسیح میزبان این برادر و گروه ایشون هست برای پرستش. خوشحال میشویم که در خدمت شما هموطنانی که در کنار ما هستید، در لس آنجلس هستید نیز باشیم. میریم با برادر عزیزمون یونا جان از اسکایپ نیز تماس داشته باشیم. درود بر شما برادر عزیزم. سلام میکنم برادر رسول عزیز. خواهر پامونی عزیز، خوب هستی؟ صدای منو میشنوین؟ بله بله بله. درود بر شما عزیز گرامی. من که خیلی هیجان زدم واسه اومدن شما، چون پرستش شما رو خیلی دوست دارم. آمین آمین. اجازه بدید من سلام بکنم به همه بینندگان عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که هر جا که هستید خوش و خوب و سلامت باشید و روزهای خوب سپری بکنید در این بهار دلانگیز. منم خیلی ممنونم از شما عزیزان که اجازه دادید که چند دقیقه با شما باشم. برادر رسول عزیز که ارادت دارم بهشون، دوستشون دارم. نظر لطفتونه منیر عزیز که اسم زیبای شما واقعا عزیزی. ممنون. به هر حال سپاسگزار از این که دعوت ما رو نیز پذیرفتید. برادر عزیزم، دوست داریم از همین ابتدا اگر مایل هستید، میدانم که هموطنانمون شما رو میشناسن از هنرنمایی های شما در ملکوت خدا آشنا هستن، اما دوست دارم بیشتر از شما بدونیم اگر صلاح میدونید نسبت به این که چگونه مسیح ایمان آوردید و چگونه شد که در این مسیر خدمت، خدمت نیکویی که در کلیساهای فارسوان داشته باشید، مشغول خدمت شدید. عرضم به حضور شما که این برمیگرده به خیلی سال پیش، یعنی پدر من در حدود 32 سال پیش در ایران به مسیح ایمان میاره از طریق یکی از دوستانش و من اون زمان 6 سالم بود. دیگه شما سن منو فهمید. 25 سال سنتون؟ بله متوجه. خانوما 25 بالا نمیرن. ولی من 6 سالم بود که وارد کلیسا شدم، کلیسای مرکز در خیابان طالقانی، و اونجا برادران عزیزی بودن اونجا که ما رو خدمت میکردن. اون زمان برادرهای هنوز در قید حیات بودن و عزیزان دیگه که خدا رو خدمت میکردن، و کلیسای بسیار خوب و پر از روحی بود و ثمرات خیلی خوبی هم از اون کلیسا ما میدیدیم به چشم. ولی خب من کوچیک بودم، یعنی هر زمانی که شما با خانواده وارد کلیسا میشی و سنت هم کمه، عملا چیزی متوجه نمیشی. تا اینکه سن من به 14 سال رسید و اون زمان دیگه تصمیم گرفته بودم که قلبم به عیسی مسیح بسپرم با تمام مشکلات و سختی هایی که میدونستم ممکنه در راه باشه و اتفاقاتی که ممکنه در واقع پیش رو باشه. خاطرم هستش که خواهر تاپوش عزیز در واقع اونجا اون زمان بودش که من با ایشون دعا کردم و قلبم به عیسی مسیح سپردم. ولی این ماجرا ادامه پیدا کرد چون من یک نوجوانی بودم، بعدم وارد جوانی شدم و خب دوران جوانی دوران خاصیه و جوانان عزیز میدونن که من چی میگم. به هر حال ما در فراز و نشیب‌های زیادی قرار گرفتم و تجربیات روحانی در کنار تجربیات دیگه اتفاق می افتاد که برای من خیلیاش تلخ بود، خیلیاش هم میشه گفت باعث شد که برای آینده در واقع بتونم تصمیمات درستی بگیرم. بنابراین در سن 22 سالگی من میخوام خیلی مشخص بگم، در سن 22 سالگی من برای اولین بار و شاید میشه گفت برای آخرین بار، یعنی بعد از اون به اون وضوح صدای خدا رو نشنیدم. من صدای خدا رو در اتاق شخصی خودم شنیدم که خداوند منو صدا کرد با همین جمله که همیشه یادم هست که یونا جان شما کجا هستی؟ چی کار داری میکنی؟ من شاید یه جوری مسیحی بودم ولی مسیحی هم نبودم در واقع. اون تولد تازه، اون دگرگونی، اون تغییری که باید اتفاق میافتاد در زندگی من اتفاق نیفتاده بود. من شاید به زبان مسیحی بودم ولی در عمل مسیحی نبودم. بنابراین در 22 سالگی بود بعد از شنیدن اون صدا من واقعا قلبمو به عیسی مسیح سپردم. از اون زمان من پیرو عیسی مسیح شدم، نه فقط یک مسیحی بلکه پیرو مسیح شدم و سعی کردم که شاگرد او باشم و در این شاگردی رشد کنم و ادامه بدم. خدمتم در کلیسا خدمت پرستش بود، از همون 14-15 سالگی با عزیزان دیگه در
کلیسا خدمت نوازندگی و سرودها رو به عهده داشتم و بعد هم در سن 22 سالگی در واقع رهبر پرستش کلیسای مرکز شدم، در سن 23 سالگی مدیر کمیته موسیقی کلیسای مرکز شدم و همینطور این ماجرا ادامه پیدا کرد و در تمام این مقاطع من خدا رو خدمت میکردم و تمام تلاشم این بود که عیسی مسیح جلال پیدا بکنه از طریق از طریق تعالیم، از طریق هر خدمتی که از دستم برمیاد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. من ادامه این سوال رو منظرم ادامه سوال من این هست، میدانم که به هر حال در ایران اون آزادی نبود که شما و دیگر هموطنان عزیزمون که به مسیح ایمان داشتن بتونن آزادانه خداوند رو خدمت کنن. بنابراین میخوام اگر مایل هستید نسبت به اتفاقایی که میافتاد در اینی که شما خدا رو خدمت میکردید، جفاهایی که میشد، شما در مقابل این جفا چه عکس العملی داشتید؟ چون که میدونم ایماندارانی که در ایران هستن به عنوان خادمی که در کلیساهای خانگی هستن براشون مشکلاتی ایجاد میشه و میتواند آن پند شما، یادآوری از خاطرات به این عزیزان کمک کنه که چگونه بایستن برای خدمتشون در کشوری که درش جفا هست. خیلی ممنون که این سوالو کردید، به خاطر اینکه این سوال بسیار سوال کلیدی هست در مورد کلیساهایی که در داخل ایران دارن خدا رو خدمت میکنن و ایمانداران. من هم مثل خیلی از ایمانداران وقتی که وارد محیط کلیسا و ایمان مسیحی شدم در واقع از اون جفاها مبرا نبودم. این جفاها در کنار من بود، همراه من بود، با من زندگی میکرد. خیلی وقتا اشتباهات کردم، اما میخوام یه دو تا نکته رو بگم که به این تجربه من هست و من میخوام این رو در اختیار شما بذارم. ما زمانی که در شرایطی هستیم که من میخوام بگم حتی در امریکا هم ما جفاها هستن، اینطور نیستش که ما فقط در ایران جفا داریم، اینجا هم جفاها به شکل دیگه ای خواهد، اما در ایران خب به شکل مخصوص به طور خاص مختص خیلی ایرانیان فارس زبان هست. اینطور میخوام بگم که ما در مسیر زندگیمون در ایمان، من این رو یاد گرفتم در ایران که هم بر روی راستی بایستم هم بر روی فیض عیسی مسیح. ما وقتی که در ایمان مسیحی هستیم نمیتونیم آن حقیقتی رو که با دستمون، با چشممون، با دلمون، با فکرمون، با روحمون چشیدیم رو انکار بکنیم. یک حقیقتی در زندگی ما اتفاق افتاده که زندگی ما رو تبدیل کرده، ما شخص جدیدی شدیم، به عیسی مسیح ایمان آوردیم. ما باید محکم روی این حقیقت بایستیم اگر واقعا پیرو عیسی مسیح هستیم، اگر واقعا به او ایمان داریم، این حقیقت در دل ما هر روز هست و ما باید روی اون بایستیم. مسلما جفاها خواهد آمد، مسلما مشکلات خواهد آمد، مسلما خیلی‌ها با ما موافق نخواهند بود، از همسایه و دوست و فامیل و رهبران و دیگران شاید دوست نداشته باشن این اتفاق رو، ولی ما حقیقت رو یافتیم، روی اون باید بایستیم. دومی نکته مسئله فیض و محبت، ایستادن روی اون حقیقت باید همراه با محبت باشه. ممکنه جامعه و دنیا ما رو نپذیره، ولی عیسی مسیح از ما خواسته که ما به دیگران محبت کنیم، دشمنان خودمون رو دوست داشته باشیم، دیگران رو همونطور که فامیل و اعضای خانوادهمون رو دوست داریم دوست داشته باشیم. اون شرایط وقتی که من بودم، مخصوصا به خاطر اینکه رهبری پرستش کلیسا به عهده من بود، خب عزیزان از نقاط مختلف، من اسم عزیزان میذارم برادران مسلمان دوست داشتنی ما در ایران، خب زیاد خرسند نبودن به خاطر مدل پرستش من در کلیسا یا صحبتایی که از روی استیج میکردم با عزیزان و دعوتی که میکردم که قلبشون رو به عیسی مسیح بسپرن. خب اینها زیاد مورد پسند نبود، قابل پذیرش نبود و بارها شده بود که با من صحبتا کرده بودن، بارها شده بود که از من خواسته بودن که این صحبتا انجام نشه. یا خاطرم هست که آخرین باری که در کلیسای مرکز در خدا رو خدمت کردم، عزیزان در ردیف جلو نشسته بودن و به من میگفتن که خب شما این سوردار رو بخونی، سوردار رو نخونی، بعضی از شما اجازه نداری بخونی در خانه خدا. میخوام بگم که من همه عزیزان رو دوستم، حتی اسمشون رو میدونم، چهره اون عزیزی که با من صحبت کرد الان جلو چشم من هست. من میخوام حتما اینجا اگر واقعا زمانی این ویدیو رو یا این تصویر رو دید بهش بگم هنوزم دوستت دارم، خداوند تو رو دوست داره و هنوز آمین. فرصت هست که در آغوش عیسی مسیح بیای. ولی من نمیتونستم اون حقیقتی رو که یافتم اون رو انکار بکنم. من باید اون سرور رو اون شکلی که باید ارائه میدادم در که قلب ها لمس بشه و مردم مسیح رو بچشن، بعد اونطور اون سرود خونده میشد و من این کار رو کردم. به خاطر همین
خب بعد از اون اتفاق، بعد از اون روز من اجازه نداشتم که دیگه در کلیسا خدمت بکنم و به طور خاص من رو در واقع کنار گذاشتن یا دستور دادن که کنار گذاشته بشم. البته من خدمت‌های دیگه هم در بیرون از کلیسا می‌کردم، کنسرت‌های موسیقی برگزار می‌کردم که این کنسرت‌ها بیشتر آهنگ‌ها و موسیقی‌هاش در واقع مربوط به خدا و ارتباط انسان با خدا بود، به طور خاص مورد مسیح صحبت نمی‌کردم چون اجازه نداشتم، شعرا بعد از طریق وزارت ارشاد تایید می‌شد. ولی خیلی ممنونم از عزیزانی که اون زمان اجازه دادن و به من مجوز رسمی دادن از طریق وزارت ارشاد که من کنسرت‌ها برقرار بکنیم، کنسرت‌ها بزنیم. و خیلی‌ها تو همون کنسرت‌ها میومدن بعد از برنامه که پیش ما باهاشون صحبت می‌کردیم و جمعه بعد توی کلیسا اونها رو می‌دیدیم. هللویا شکر. ولی خاطرم از باسم بعد از اینکه من 4-5 تا کنسرت موسیقی خب دیگه داشت بزرگ می‌شد و جمعیت مثلا سالن‌ها از 500 نفر به 1000 نفر می‌رسید که ما برنامه‌ها رو اجرا می‌کردیم، آخرین کنسرتی که من داشتم در سالن دانشکده فارابی یا دانشکده هنر در خیابان ولیعصر بود، دقیقا فکر میکنم 4-5 روز قبل از اینکه کنسرت برگزار بشه و ما تمام بلیتا رو فروخته بودیم. اون زمان اسم عزیزان رو میگفتن گروه فشار، حالا نمیدونم سرسیانه، ولی ریختن توی سالن قبل از برنامه و این ترانسفورماتورهای برق سالن دانشکده هنر رو در واقع تخریبش کردن که اصلا برق دانشکده قطع شد که این برنامه اجرا نشه. اون پلاکارتای ما رو آوردن پایین، اون در واقع تبلیغاتی که داشتیم رو آوردن و بعدم به من تماس گرفتن گفتن که شما اجازه اجرای این برنامه نداری و این کنسرت لغو میشه. ما البته به حرفشون گوش کردیم چون چاره دیگه نداشتیم و کنسرت لغو شد. مدیر برنامه مجبور شد که روز اجرا بره و تمام بلیتایی که فروخته شده بود و دم در برنامه به مردم پولاشون رو برگردن و خلاصه وارد مشکلاتی شدیم. بعد تاریخ به بعد من دوباره اجازه پیدا نکردم که در داخل ایران برنامه موسیقی داشته باشم و کنسرتی داشته باشم. میخوام بگم وقتی که شما رو حقیقت ایمان مسیحیتون میایستید، جفاها خواهد بود، از اون هیچ فراری نیست. منتها اینکه ما چطور در این جفاها ازشون عبور بکنیم با ایمان و با تکیه بر وعده های خدا و با محبت. آمین. این چیزی که زمان میبره. من میخوام به همه عزیزان بگم اون جفا دهنده خودتون رو، چه فامیلتونه، چه همسایتونه، چه دوستتونه توی مدرسه یا دانشگاه، چه یه مأمور نظامی یا در واقع دولتی هست، اون جفا کننده تون رو دوست داشته باشید. چون همونطور که عیسی مسیح میگه خداوند اینها رو ببخش چون نمیدانن چه میکنن، واقعا عیسی نمیدونن دارن چیکار میکنن. پس دعا کنید که خدا اونها رو ملاقات کنه که آمین. چیکار بکنم. آمین. آمین. ممنون، بسیار عالی، خیلی ممنون. حقیقتا من خیلی مشتاق بودم بدونم، فرصت نشد از یونا جان، با اینکه قبلا نیز لطف میکردن در کلیسای پسند مسیح بودن به اتفاق خانوادهشون، اما بپرسم. ولی ممنون از اینکه این مطالب رو گفتی و میدونم که باعث برکت هم ما شده و هم باعث برکت هموطنانمون که در ایران مشغول خدمت هستن. خب حالا شما بفرمایید اگر سوالی هست. نه من خواستم بدونم، میدونم یونا جان در کلیساهای متفاوت برای پرستش میرین، در طی این مدتی که میرین مطمئن هستم هر پرستشی برکتی واسه خودش داره، یا هر کلیسایی میرین مطمئنن با شهادت ها و گواهی ها روبرو میشین، یا الان که سی دی زدین به تو میشه گفت روزمره، آیا خاطره ای، شهادتی، گواهی، برکتی که توی یادتون مونده باشه، مثل من که پرستش شما تو یادم مونده تو یادتون مونده باشه رو برای ما بگید؟ من یه نکته رو که چون این روزام دارم بهش فکر میکنم، من روز 23 اپریل یعنی روز شنبه، روز قبل از اینکه بیام خدمت شما باشم، در سن حوزه در کلیسای ICC در واقع برنامه دارم و ژیلبرت جان منو همراهی خواهد کرد که با هم دیگه برنامه خیلی خوبی خواهیم داشت. فرداش در خدمت شما خواهم بود. ولی یک خاطره یا یک چیزی که شاید خیلی باعث تشویق من شد بگم اینه که تو یکی از همین کلیساهای ایرانی وقتی داشتم پرستش می‌کردم، خب می‌دونید معمولا وقتی پرستش می‌کنید عزیزان میان جلو و مسائل دارن، بعضیا می‌خوان براشون دعا بکنن و از طرف دیگه خیلی هم دچار مشکلات هستن، خیلی ها قلبشون رو به عیسی مسیح میسپارن که خب اینا خاطره در این مورد زیاد هست. اما خاطرم هست که در یک مورد خاص یک عزیزی جلو اومد بعد از برنامه و گفتش که بعد از یونا من هیچ مشکلی ندارم تو زندگی و تو زندگی خیلی خوبی دارم، وضع مالیم خیلی خوبه، خیلی هم خوشحالم، اصلا هم احتیاج به آرامش ندارم،
جیبم هم پر پوله، حساب بانکی من پر پوله، نگران آیندم نیستم. که شما مثلا میخونید از فردا نترس، خدا زنده است و اینا، من نمیترسم، من هیچ مشکلی ندارم تو زندگیم، همه چی، یه خواننده داره میگه همه چی آرومه، خلاصه همه چی تو زندگی آروم. ولی گفت میخوام یه چیزو به شما بگم، امروز متوجه شدم که با داشتن همه این چیزا و چیزای خوبی که دارم و آرامشی هم که حتی دارم، یک نقطه‌ای در زندگی من کمه، یک نقطه‌ای در زندگی من کمه که من اسمشو میذارم جدایی، یعنی جدا بودن از یک چیزی، که اگه این نقطه رو بذارم بالاش میشه خدایی، یعنی از خدا جدا هستم. زندگی نیست، خداست. من اصلا به خدا اعتقاد ندارم، ولی با این پرستش، با این رویی که شما داشتی و با این صحبتایی که امروز کردید، من اون روز صحبت در مورد فقط مشکلات نکردم، در مورد این کردم که ما هممون چرا احتیاج داریم به خدا حتی در شرایط خوب. گفت با این امروز که اینجا اومدم احساس میکنم که الان من محتاج‌تر از همه آدمایی هستم که شاید جلو اومدن گریه میکنن، احتیاج به شفا دارن، مشکلات مالی دارن، چون من همه اونا رو دارم ولی اصل کاری رو ندارم. من خیلی تشویق شدم از صحبتش. من الان نمیدونم که ایشون در اون کلیسا هنوز هست یا نه، ولی اون روز ایشون قلبش رو به عیسی مسیح سپرد. هللویا. خادمین بودن، اومدن برایشون دعا کردن و من خیلی باعث تشویق من شد. یعنی شاید میتونم بگم اون تجربه در کنار باشه، در کنار تجربیات دیگه، این برای من خیلی مهم بود که بله، عیسی مسیح فقط برای بیماران و اونهایی که مشکلات دارن نیومده، برای افرادی که پول دارن و خوبن و مشکلی هم ندارن عیسی مسیح جواب هست. آمین آمین آمین. حقیقتا ممنون از آنچه را که گفتید. اما در انتها میخواستم یونا جان از شما خواهش کنم مقداری در رابطه با کنسرتی که در کلیسای پرستان مسیح دارید صحبت بفرمایید، اگر لازم میدونید در رابطه با سیدی هایی که نیز زدید و چگونه مردم میتونن این سیدی های شما رو داشته باشن رو صحبت بفرمایید. عرضم به حضورتون روز در تاریخ 24 آپریل من ساعت 1 بعد از ظهر در کلیسای پرستندگان مسیح در لس آنجلس خواهم بود که مسلماً عزیزان آدرس کلیسا رو خواهند داشت از طریق شما. پرستش بسیار عالی و آمین که هست، 100% هستیم که قلب و لمس خواهد شد. مطمئن هستیم که عزیزان اگه بیایید اونجا در حضور خدا، خداوند رو جلال خواهیم داد. این پرستش یکی از اون برنامه هایی هستش که توری هستش که من در کالیفرنیا، البته در شمال امریکا در تورنتو هم خواهم بود، در بهار و تابستان در واقع 2016 یا حالا 96 خودمون، من این برنامه رو خواهم داشت در کلیسای پرستندگان مسیح. در واقع شروع این برنامه هست، ما در 24 اونجا خواهیم بود. سیدی هایی که گفتید، من 4 تا سیدی دارم، یعنی با این سیدی جدید من 4 سیدی هست، سیدی جدیدی هست آماده شده. من خودم خیلی این سیدی رو دوست دارم نسبت به ستایی که خیلی سرودهای خاصی تو این سیدی خونده شده. من یکی از قطعات رو تقدیم کردم به مسیحیان عراق و سوریه، به خاطر همین این موسیقی، این قطعه و شعرش به 2 فارسی و عربی هست، یه خواننده زبان خونده و خیلی سیدی موسیقی قشنگی هست. یکی از قطعات رو تقدیم کردم به عزیزانی که در زندان ها هستن در ایران، مخصوصا برادر فرشید، به طور خاص برای ایشون تقدیم کردم، به نام تحمل کن اسم آهنگ هست. و سرودهای دیگه ای که در واقع در کنار این قطعات هست. این سیدی در روز 24 در اختیار شما عزیزان خواهد بود، در کلیسا تهیه بکنید. و بقیه سیدی ها هم به زودی بر روی وبسایت من yuna-music.com خواهد بود، که عزیزان اگر در هر نقطه دنیا هستن میتونن قطعات رو به طور جدا تهیه بکنن. ممنون از محبت شما و تشکر و سپاس از اینکه این وقت رو به ما دادید. یونا جان اگر در انتها فکر میکنید مطلبی هست، خوشحال میشویم بشنویم. در غیر این صورت شما رو دستان خدا میسپاریم و از طرف ما درود بفرستید به همسرتون، که میدونم که همسر شما چقدر عالی ایستادن، از قلب خوب ایشون آگاه هستیم، از محبتش که شما بتوانید خداوند رو خدمت کنید. دخترای گلت هم از طرف ما ببوس، مشتاق دیدار همه شما عزیزان هستیم. من خواستم در آخر از شما بنده رسول عزیز تشکر کنم. شما رو من خیلی نمیخوام رسمی، به خاطر اینکه شما، من شما رو خیلی دوست خودم میدونم عزیزی. همین گونه است.
خیلی متشکر هستم، خیلی ممنون که ما رو دعوت کردید و امیدوارم که در فرصت‌های بعدی بازم در خدمتتون باشم. از عزیزانم هم در ایران و تمام نقاط دنیا خدافظی میکنم. شب و روز خوشی رو برای همتون آرزو میکنم. مرسی. ما هم لحظه شماری میکنیم برای آمدن شما و گروه شما. ساعت در ساعت. فیض خداوند با شما. من می‌خواستم یه چیزی اضافه کنم. عزیزان اگه بخواین این مصاحبه برادر یونا رو نگاه کنین یا اصلا کلاً موعظه‌های کشیش رسول رو بخواین نگاه کنین، میتونین از وبسایت کلیسا استفاده کنین که هستش www.pwocc که مخفف همون کلیسای پرستندگان مسیح هستش به انگلیسی، که Persian Worshipper of Christ هستش. استفاده کنید، موعظه ها رو ببینید. مبشرایی که گفتم هفته گذشته توی کلیسای ما بودن، همین الان شما میتونید شهادت ها یا گواهی های ایمانی اونها رو هم از وبسایت کلیسا تماشا بکنید. مطمئن باشید برکت میگیرید. آمین آمین. بازم تشکر میکنم از یونای ثابت عزیز که لطف همچنین از همکاری کارکنان تلویزیون محبت که اجازه دادن که ما بتونیم با هم صحبتی داشته باشیم.